اینجا روستایی در سودان است، روستایی که شن در حال بلعیدنش است، جایی که به معنی کامل هر سال غبار سنگینی روی خاطرات ساکنینش می نشیند. اما ویرانه های در شن فرو رفته ای که روزی خانه خالد بود، حالا پایه‌ای برای خانه جدیدش شده. وقتی که من بچه بودم دیدم که پدرم خانه خود را روی ویرانه خانه دیگری ساخته است. بعد که ازدواج کردم خانه ام را روی ویرانه های خانه پدرم ساختم. اگر این کار را نکرده بودم و خانه روی سطح ساخته بودم، ظرف یک سال در زیر ماسه ها دفن می شد. روستاییان می گویند دولت کاری برای رفع این مشکل نمی کند. فاجعه‌ای که توقفی برای آن نیست و حرفی هم از ارائه راهکاری برایش مطرح نشده. باغ‌ها هم از گزند شنباد مسون نیستند. از باغ 6 هکتاری عمر کمتر از نیمیش باقی مانده. اینجا درخت نخل خرما کاشته شده بود. 550 درخت نخل. حالا 280 درخت نخل در کل منطقه باقی مونده. به دلیل شن و ماسه‌ای که مزرعه رو فرا گرفته. اما بقیه مناطق اون طرفتر با شن و ماسه پوشیده شده و اون قسمت هم با شن پوشیده شده. سرعت فرو رفتن این روستا در شن با ضرب آهنگ کند زندگی در اینجا سازگار نیست. اینجا تا چشم کار می کند شن است. شنی که اگر اینجا جلویش گرفته نشود، با شتاب به سمت رودخانه نیل به راه افتاده. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال.